برخلاف هم گفتن نمیستم، یعنی خلاف رشته گرافیک نیستم، با هم ارتباط دارن اما کم. فعلا فرهنگ هنر نقاشی چقدر مروج شده بین جامعه سنتی مثل افغانستان؟ زیاد دوستش داری کار میکنی یا سفارش از خواهرت گرفتی؟ زیاد دوستش داری. اما حس میگیری که یعنی یک بحر است، کوه است، درخت است، تصویر از طبیعت است، خیلی زیبا که حسر را ببینی بدون از یک سرش خیلی تمرکز داشته باشی نقاشی کنی. و یکی یک سال میشه کار کرد یک روز؟ شکرتون، با وجود که خیلی شوخ و شیرین هم خیلی کارشم خوبه. اگر روزی من نقاش این دنیا شوم، جهان را آری از هر نوع غصه و اندوه میکشم. به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام خدمت تمام بیننده های گرامی لفنگ میدیا. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و دور از رنج و اندوه روزگار باشین، دور از ویروس کرونا باشین. امروز هم گزارش داریم و بهار غزنوی در برنامه خدمت شما عزیزای دل قرار گرفتیم. امروز یک گزارش کاملا متفاوت تقدیمتون میکنیم، البته تا امروز ما تو گزارش را هم نداشتیم. از یکی از گالری های نقاشی میخوایم گزارش تقدیم شما خوبان کنیم. یک هنرمند و یک نقاش خیلی محبوب ما در رأس این گالری قرار داره، یک خانم که همیشه و همواره با مشکلات مجادله کرده تا امروز توانسته یک گالری نقاشی داشته باشه. برای از صحبت‌های با جوانان شاگردان اینا هم خواهیم داشته. از شما عزیزای دل می‌خوام مثل همیشه چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک و شیر هم فراموش نشه. بریم نزد خود بانو، کسی که مسئول این گالری هنری است، همراهش صحبت‌های داشته باشیم. در دنیای نقاشی قرار داریم، در جایی که دنیای از رنگ ها ستاسوت رنگ ها ما میتونیم هر گونه افکار و هر گونه ایدی که بر ذهن داریم میتونیم توسط همون رنگ به ورق بریزیم. قسمت شما در بک‌گراند ما بیننده هستید، نقاشی ها هم تابلو های خیلی زیبایه. چه خوب است که با جمیله سلطانی مسئول گالری هنری معرفی شیم و بعد صحبت هایش هم داشته باشیم. سلام، خسته نباشید. سلام خدمت شما، شما خسته نباشید، خیلی خوش آمد میگم که در گالری ما تشریف آوردین، ما رو خوشحال ساخت. تشکر از شما از اینکه بر ما وقت دادین. خب اگر کوتاه خود معرفی داشته باشین، جمیله سلطانی کی است و چند سالی است که نقاشی میکنه و مصروف رنگ هاست؟ من جمیله سلطانی هستم، تقریبا 6 سال میشه در راستا خدمت داریم در جامعه، 4 سال میشه در آموزشگاه هنری هنرور تدریس میدیم. آموزشگاه ما هم تقریبا 10 سال سابقه داره که در خدمت مردم در جامعه فعالیت داره. جای افتخار است که نار بانی موفق قرار داریم و قصه های از رنگ داریم. خب چی علاقه، چی باعث شد تا خانم سلطانی خواست یک نقاش باشه، یک هنرمند باشه و چیزی که بر ذهن داره به تصویر بکشه؟ خب هنر یک دنیای متفاوت است، یک دنیای خالص از پاکی و از چی زمانی علاقه به وجود آمد؟ برعکس دیگر که مثلا دوران کودکی عشق علاقه در هنر داره، من نه. اون موقع شاید شرایطی بودم که مثلا در ایچ فکر نمیکردم، مثلا دور بودم یا حتی اعتقادی نداشتم نقاش چیه. تقریبا یک 10 سال میشه که علاقه پیدا کردم روی نقاشی. سبک هنری شما چی است؟ آیا با پنسل کار میکنین، با رنگ روغنی کار میکنین، آب رنگ کار میکنین و سبک خاصی که خودت علاقه داری مفهومی است، کلاسیک است، چگونه سبکی است؟ نقاشی سبکای مختلف است، ما بیشتر روی ریالیسم کار میکنیم که واقعیت گراییه. دیگه بخشای مختلف داریم، رسامی مربوط به سیاه‌سفید میشه، دیگه آب خودت راحت است. ما بیشتر می ریالیسم کار میکنم، ما بیشتر تابلوی من ریالیسم است. و نوعی که از استفاده میکنی آب رنگ است، پنسلی است، چی نوع نقاشی است؟ رنگ روغنی است. آب رنگ نداریم، فقط شاگرد ها کاموزیش میبینه کارمونه. بخش آب رنگ داریم، پاستیل داریم، خوشنویسی داریم، بخش طراحی سیاه‌سفید است، زغال است. در این گالری نقاشی میتونیم سفارشی هم داشته باشیم، سفارشی هم کار میکنه نمیکنه؟ بعضی کسایی است که میخواد، بعضی از افراد اشخاص خیلی سرشناختی که است یا هم چهره های مشهوری که هستن، یا هم بعضی میخوان که یک تصویر را نقاشی کنن من حیث یک تحفه برای یک دوست خود بدن، سفارشی هم اینجا سفارش پذیرفته میشه نه؟ بله سفارشی میگیرم، همیشه سفارشی هم کار میکنیم، شاگردم تدریس میدیم. یه تابلوی خیلی قشنگی که ما اینجا میبینیم اثری از خانم سلطانی است. کریمی صاحب بیا تصویر بگم، ما هم صحبت‌های خود در بینش میداشته باشیم. خب بر ما در موردش بگوین، از چی استفاده شده و چند روز وقت گرفته که تا این تابلو تمام شده؟ روی کانواس از رنگ روغن کار شده،
از امور تخیلیست یا نه تصویر داشتیم؟ تصویر داشتیم که از رنگ و ترکیب رنگ و خوشم آمد. خب در مورد تصویر بر ما بگه خانمی از برقع پوچیده و یک طفل هم در آغوش است. اثر از کی است؟ اثر نصرالله هنربر است که مسئولم اینجا هستن. کاری از است. خب بعض کارهای دیگری هم هست، اگر موفق باشید بریم با ما معرفی کنیم. به ادامه برنامه ما باشه نو هم اساسا میریم که با بیشتری از اثرهای هنری معرفی شیم، بیشتری از اثری از بانوی سرزمین ما، بانوی هنرمند ما، بانو سلطانی محبوب است. خب در مورد تصویر خیلی زیبایی که رنگ خیلی شوخ و رنگ خیلی زیبایی داره که جلب توجه بیشتر میکنه. اینم تصویر مدل گرفتیم، مدلش بیشتر وقت از اینترنت میگیریم. خالی بعض وقتا یک بیشتر از این کار می‌کنیم. ما زمان تمرینی بود که بیشتر از روی مدل کار می‌کنیم، از رنگ و ترکیب رنگ‌هاش از ما شکلش خوشم آمد کار کرد. آخر دنیای هنرمندا کاملا متفاوت است و ما به هنر نمیتونیم قیمت بدیم، ولی شما بعضی از تابلوهایتون به فروش هم میگذاری نمیگذاری، گرچه هنر یک دنیایی است که اصلا قیمت نداره، یعنی یک اثر هنری رو ما نمیتونیم برش قیمت بدیم، زحمت خیلی زیاد کار. چرا به فروش هم میمونیم؟ بعضی دوستا خوشش میاد میخرن، ما میفروشیم برش. خب برعلاوه که مدل کار میکنین، چگونه تصاویر از طبیعت هم شما کار میکنین نمیکنین؟ و یه سر اگر بر ما بگوین، منار زیبای ما یکی از منارهای ولایت خیلی مشهور غور ماسته، در مورد منار اگر بر ما معلومات بدید. از نصرالله هنرور است مسئله اینجا، اثر از اوست. و یک تابلوی را من اینجا میبینم، فکر میکنم بیشتر مفهومی کار شده. چه خب از کمره را پیش بیاری کرمی صاحب تصویر بگیری تا بیشتر بیننده ها هم ببینه. خب فکر کنم تابلوی است که بیشتر هنری یا هم مفهومی بگویم کار شده. اگر باش بگو بیشتر تخیلی است که خودم تخیل خلق کردم، راجع به خشونت و همین مشکلات های روزمره زن است که بیشتر واقعیتش بیان کرد. میبینیم یک تابلوی خیلی پرمفهوم و پرمعنی است، یعنی امروزه در جامعه زندگی میکنیم خشونت علیه خانم هم خیلی زیاد شد، ولی امید ما نیست که روز این خشونت ها هم به پایین برسه. خب آخرا میخوای خودت به کجا پیدا کنی و چی کسی الگوی خودت بود به دنیای نقاشی؟ بیشتر همه درد و رنجی که در جامعه متحمل میشد مردم ما پس همین خودش باعث شد که من در روی کار هنری رو بیارم و سعی کنم همون درد رنج را به تصویر بکشم و بیان کنم. یا مثلا یک زمینه بسازم که جوان ها یا دختر خانم ها یا حتی برادرای ما بیاین در محیط هنری که بیشترش باعث آرامش ذهن و روح آدم انسان ها میشه، سعی کنم یک مکانی باشه که آنها بیتونه یک آرامش از اینجا دست بیاره. اولین کار نقاشیتون کدام کار بوده؟ چیز خاطره بر ذهن داری نداری؟ کار اولاش یادم نمانده، ولی یک تابلوی است که خیلی دوست دارم، چون تنها تابلوی بود که من همیشه وادار کرد که در دنیای هنر باشی. مجبور شدم تلاش بیشتر کنم که پشت سر شماست یک دختر خانم افغان. تابلوی است که بیشتر سرانگیزه و در دنیای هنر عشق مرا بیشتر خیلی. خب اتو وقت هم شده که شما کار کرده باشین یک تابلو را یا هم یک چیری را که رسامی کرده باشین، خیلی هم مقبول، زحمت هم کشیده باشین، ولی کسی که فرمایش داده اصلا نپذیرفته باشه، سرکارتان انتقاد کرده باشه؟ چرا پیش میاد بعضی دوستای ما هسته، نه که انتقاد چی اکسلمن نشان میتید دل ما نسته یا عیبش رو بگنه، مثلا یک تابلو رو سفارش میده، متاسفانه متوسطای نزدیک ما کروشی اعتماد حساب میکنیم حساب میکنیم، بس سفارش میده تقریبا تابلوم تمام میشه، مگیم بیا ببر دیگه از خبری نیست که روی زحمت ما رو نکنین، چون ضربه خیلی بزرگی است. مثلا ما دیگه از سفارش ها بیانه میگیریم اشی، ولی دوستا کسا سرشان اعتبار میکنیم، اعتبار داریم، بس تابلو خیلی هاشم تو میمانه دیگه اصلا سراغش نمیکنیم. صحبت های ما ادامه داره، چی خوب است که با هم برم، اجازه شما باشه همراه شاگردا صحبت کنم. اختیار داریم بریم که بیشتر صحبت های ما را با بچه هایی که در این گالری نشستن و میخواین کار کنن همراهشان صحبت داشته باشم. بچه ها سلام. سلام، خوب هستین؟ بله. بش اسم تا برم بگوی خود معرفی کنی. حسیب الله یواری هستم، من دانش جای کرسی هنری هنروار. چقدر وقت میشه خودت کار میکنی حسیب جان؟ من 8 ماه. شما بر ما تصویر بده که چی کشیدی؟
خب کی هست دادم آردش میفهمی؟ تنوزت تصویر بگید شخص کی هست که تصویرش خودت کشیدی؟ صوفی از خواننده. آها صوفی علاقمند هستی؟ کم یا میتونی اگه آهنگشون برما زمزمه کنی؟ نه علاقمندش باشی چطور نمیتونی آهنگاش زمزمه؟ نه کتا یک بسیار کم ما نشد صدا کردیم سرت یک زمزمه کتا؟ نمیتونی یکی از علاقمندهای صوفی شوای برسته کسی که آهنگای خیلی زیبایی هم داره ولی علاقمندش هست اما زمزمه هم نکرد. چی پیام گفتنی داری؟ اچ موفق باشی. میشه الله خودت معرفی کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال مصطفی فریاد هستم، یکی از دانشجویان آموزشگاه هنری هنرور. مصطفی جان چقدر وقت میشه خودت کار میکنی عزیزه؟ 6 ماه یا 7 ماه میشه که اینجا کار میکنم. کرونا هست، ماکس میزنی نمیزنی؟ فاصله را مراعت میکنی نمیکنی؟ میکنی. چی نقاشی کردی خودت مصطفی جان برام نشون بده؟ آها کریمی صاحب خودت تصویر بگی؟ آها خب اینه خودت خیلی محکم بگی ما خودت صحبتای خودم داشته باشیم. چقدر وقت میشه داری گالری نقاشی درس میخونی یا آموزش میبینی؟ 6 ماه میشه. 6 ماه. در 6 ماه به کدام مرحله از نقاشی خودت رسیدی؟ در 2 ماه شرشی و پنسلی کار میکنم و 3 ماه چی کار میکنم؟ 4 ماه چهره پنسلی. یعنی میتونی خیلی با وجه اصلا یک چهره رو مقبول رسامی کنی؟ بله. در چند دقیقه میتونی چهره من رسامی کنی؟ در 2 روز. در 2 روز. به به موفق باشی مصطفی جان. زنده باشی. میبینیم که کسی دیگری هم یک اثر خیلی مقبول هم اینجا گذاشته و میخوای کارش ادامه بده. البته کار با پنسل است. سلام خسته نباشی لالا، خوب هستی؟ شکر الحمدلله، شما خوب هستین؟ میشه خودت معرفی کنی و طرف کامره ببینی که بینید هم ببیننت. بسم الله الرحمن الرحیم. نوید علیزاده هستم، یک از هنرجویان آموزشگاه هنری هنرور. نوید جان چی باعث شده قصر مقبولی از خودت ببینیم؟ نقاشی بسیار چی خوش آمده از نقاشی. خوش آمد. خب چقدر وقت میشه خودت در گالری نقاشی مصروف کار هستی؟ تقریبا 1 سال میشه. 1 سال میشه. در 1 سال، 1 سال قبل که نقاشی میکردی چقدر تغییرات در این کار هنریت آمده؟ بسیار تغییرات آمده که بقای تو اعتیاد نداشتن دیگه. از استاد جمیله چطور رضایت داری نداری؟ آها خب فکر کنم اینا هم تمامش کارهای هنریشان هسته. خب خیر خودت بگیم. خب ما هم میخوایم بیشتر کارهای هنری از برادر ما را بیننده باشین شما، چون خب از کریمی صاحب خودت تصویر بگیری تا بیننده هم بیشتر بدانه. خب خودت کارهای هنری تا بر ما چند نمونه نشان دهی؟ گل ما چون نمیفهم کدام گل است، از مدلش خوشم. چقدر وقت میشه که مثلا بتونی خیلی راحت تر یک اثر را که ببینی بدون از یک سرش خیلی تمرکز داشته باشی نقاشی کنی؟ با یکی 1 سال میشه کار کرد اینجا؟ 1 روز. و دیگه حسره هنری تا بر ما کرد نشان بدی؟ پیاز است. پیام گفتنید بر جوانا؟ کنم پیام خواستم دارم. موفق باشی. تشکر. صحبتی با 3 تنی از بچه های داشتیم که جه مصروف کار بود، یکی دیگر هم میبینیم که چهره کار میکنه و خیلی هم مصروف کار است. چی خوب است ما هم کم برش مزایمت کنیم بریم امراش یکان صحبت های داشته باشیم. خب چی کار میکنی خودت؟ ما رنگه کار نم. رنگه کار میکنی. خب این تصویر مقبول از کی است؟ این دختر خوار من. دختر خوار خوارزاده ایش از اگر. زیاد دوستش داری کار میکنی یا سفارش از خواهرت گرفتی؟ زیاد دوستش داری. زیاد دوستش داری. خب باش که من مثلا نیست بلند کنم تا همکار با تصویر بگیره و در مرسون بیشتر. خب چقدر وقت یک چهره را میتونی تکمیل کار کنی؟ یک چهره را در 3 روز یا 4 روز. در 3 روز یا 4 روز. چند روز میشه روی ازی کارت آغاز کردی؟ 2 روز میشه قدیم روز. و چطور است از خانم سلطانی رضایت داری نداری؟ تانستی چیزی که بر ذهن داشته باشی رو به تصویر بکشی؟ دار. در اخیر میخوایی که جایگاه در چیگونه یک جایگاه ببینی؟ کی الگوی خودت از دیرشته هنری؟ استاد چه به من فقط بیشتر برمی تشکر. تشکر. صحبتی با شاگردای گالری داشتیم، با جایی که همه مصروف کار هستن. یک گالری هنری خیلی خوبی هست که میبینیم با هر سبک را برای شاگردای خود یاد میتن. شما هم یک تصویر کلی از گالری نقاشی را بیننده باشین، البته صحبتای ما هم واقعی میتن.
تصویر از طبیعت میبینیم و چند تا حسبه که اینی کلن تصویری است که حرکت هم با خود میشه گفت داره، یعنی لحظه ای است. خب در مورد ازیا بر ما اگر معلومات بتیم. این کارهای شاگرده هستن که به دختری کارمونه به نام رقیه رضایی که اتدن یک سالی میشه تازه در مرحله رنگ روغن رسیده، کارش عالی. خب در مورد تصویری از طبیعت زیبا بر ما معلومات بتیم. بله این هم شاگرده هستن رقیه دانش که خاطر دانش. ببینیم تصاویر خیلی زیاده. بله تصویر خیلی زیبا و کار خیلی زیبایی کنی، اما حس میگیری که یعنی یک بحر است، کوه است، درخت است، تصویر از طبیعت است، خیلی زیبا. خب اگر بر ما یک سوال دیگه باقی مونده بر ما بگوین که فعلا فرهنگ هنر نقاشی چقدر مروج شده بین جامعه سنتی مثل افغانستان. با وجودی که مشکلات زیاده در افغانستان ولی طرفداری هنر خیلی زیاد شده، علاقه‌مندشم خیلی زیاده، با وجود که ما خود ما شاهد هستیم که روز به روز آموزشگاه هنری زیاد شده میره، اما رقم مثلا علاقه‌مندان نشم بیشتر میشه. ما هنرجویان زیادی داریم، حدودا تقریبا فعلا که وضعیت خوب نیست، اما با دمی وضعیت خراب تقریبا خود بدن 100 تا دانشجو داریم، از طرف زمستان تقریبا 200 تا دانشجو. میبینیم که وضعیت قسمتی از غرب کابل برچی هم خیلی رو به ناامنیش، یعنی خیلی زیاد شده. از نگاه امنیتی دانشجویان تعدادشان محدود نشد یا نه؟ متاسفانه تاثیر خود مانده که از وقتی که منطقه امیجاد شهید مزاری ناامنی شده هنرجویا کمتر شده. بعضی رو فامیلاش اجازه نمیدونن که از طرف ها بیان، کسایی که خصوصا راهش دور بودن از مسیر دور می آمدن اونا رو اجازه نمیدن. قربانتان خانم سلطانی عزیز تشکر. امید آمدن یک سال سرتاسری به افغانستان زیبای ما سیم بایی که این ناامنی کاملا از بین بره و هیچ کس دغدغه از ناامنی نداشته باشه. ادامه گزارش ما رو بیننده باشه. خیلی زیبا، خیلی پر از ظرافت هایی که به این کار شده، واقعا زحمت خیلی زیادی کشیدن و کار یکی از دانشجویان گالری هنری. چه خوب است ابتدا باشن معرفی شیم بعد صحبت های شده مورد اثرهای هنریشان داشته باشیم. سلام، خسته نباشین. وقت سلام خدمت شما، وقت شما بخیر. شکریه تا معرفی کنی بعد. شکریه رجبی هستم، فارغ التحصیل رشته گرافیک و همچنان میبینیم که به نقاشی هم علاقه دارم و یکی از دانشجویان کارگاه هنری هنرور هستم. خب چقدر وقت میشه که خودت به اینجا مصروف تدریس رشته هنری، کاملا برخلاف رشته که خودت مثلا گرافیک خوندی میخوای نقاشی هم در پهلویش یاد بگیری؟ تقریبا مدت 2 ماه میشه که در این کارگاه آمدیم و برخلاف هم گفتن نمیتونی، یعنی خلاف رشته گرافیک نیستم، با هم ارتباط دارن اما کم، و تقریبا 2 ماه میشه که در اینجا آمدیم. بعد 2 ماه قسم یک اثر هنری داره. خب کار خودت خیلی عالی است، چطور در 2 ماه تانیستی همچه یک اثر هنری از خودت خلق کنه؟ و برتون بگویم که هنر چیزی است که نمیشه کسی باشه، حتما باید بالای زحمت هم خب بدون شک میکشه و هر کسی که علاقه داشته باشه میتونه که خوب تر کار کنه و زحمات استاد ما هست که امرای ما بسیار کوشش میکنن، کمک میکنن که تانستیم قسم یک اثر رو کار کنیم. سلطانی عزیزم موفق باشه همیشه، که همچو شاگردایی داره که قدرم ازش رضایت داره. نمیفهم که پیشوی کمره ازش رضایت نشان میتونی اما تر رضایت داره خاطر کمره نیستی و یک واقعیت است که استاد ما زیاد زحمت خیلی زیاد میکشه و ما هم از کاراشون آگاه هستیم. دوست خیلی خوب ماست، خدا نمیشه موفق و سربلند داشته باشیشان. سبک هنری خود چی است؟ کدام سبک میخوای بیشتر راحت هستی که باش کار کنی؟ سبک من سبک ریالیزم کار میکنم. بله پیام گفتنی بر جوانا داشته؟ پیام که من بر جوانا دارم و همیشه ای گپ دلم است که هیچ گاه پشت از این نباشین که مثلا یکی میگه که باید رشته ای رو بخونین که نام داره یا نان داره، اما به نظر من چیزی رو بخونین، چیزی رو علاقه دارین، اگه با علاقه مندی خاصی پیش ببرین میتونین که هر رشته باشه او را صحیح بس وجه احسن انجام بتین، اما اگه به گفته دیگران که دیگران میگه باید رشته طب بخونیم یا انجینری رو بخونیم که عالی از هنر چیزی نیست، یک اشتباه است. بعضی خانواده ها چالش برای فرزندای خود یا برای جوانای خود بیشتر ایجاد میکنن، یعنی رشته های هنری رو کاملا خلاف رشته های دیگه میدارن. مثلا خیلی فامیلا است که دختر خودم میگه باید دکتر شوی، دختر خودم میگه باید معلم شوی. برای خانواده ها چی پیام گفتنید؟ برای خانواده ها گفتنیم این است که اشگاه تو یک
نظر نداشته باشیم، فکر نداشته باشیم که هنر چیز بیفایده هست، چون که وقتی که ما در بیرون میریم در طبیعت میبینیم هر آن چیزی که ما میبینیم تمامش مربوط هنر میشه، بخواین نخواین با هنر سرکار داریم همگی. با امید موفقیت بیشترت روز انشالله اثرهای هنریت به بهترین بهترین نمایشگاه ها ببینیم. تشکر زنده. وقت همچنان صحبتی با یکی از دانشجویان داشتیم، البته در دو ماه خیلی پیشرفت خوبی داشته. سپاسگزار هستم از جمیله سلطانی عزیز ما که اینقدر زحمت بر از دانشجویان عزیز کشیده و از شما میخوام که تا آخر بیننده برنامه ما باشید. ادامه گزارش امروز ما از گالری هنری، از گالری بانو جمیله سلطانی که گالری خیلی زیبایی هم از با کارهای متفاوتی که ما اینجا آشنا شدیم، البته اثرای مشهوری از ولایت‌های ما، چهره های خیلی مشهور اینجا تصاویرش هست و میبینیم که خانم جمیله با یک از شاگردای خود مصروف کار است. کم مزاحمت کنیم خواهر نازم، سلام، خسته نباشید. سلام خدمت شما و تلویزیون شما. تشکر. میشه خودت کوتاه معرفی کنی بر ما؟ فرشته حسن زاده. فرشته جان، چقدر وقت میشه خودت مصروف کار هستی و میخوای یک نقاش باشی؟ این ماه پنجم است. چطور است خانم سلطانی کار ایشان؟ شاگردم با وجود که خیلی شوخ و شیرین، خیلی کارشم خوبه، به استعدادش فوق العاده است. نمی فهمید ما خود درنگ رسانده که خیلی کارش فوق العاده است، کارای مقبول من. هر جایی که اگر یک نفر تدریس کنه یا هم کار هنری باشه یا هم مکتب و دانشگاه باشه، شوخی های خود داره. چطور است شوخی های شاگردایتون اینجا؟ خوبه، بد نیست، ولی شوخی تا شوخی رو فرق مونه، یکی شوخی با نظم و نزاکت، یکی شوخی بی نظم و نزاکت، یه زو با نظم شد. میخوایی که مذاق زیادی داریم با همه قسم شاد بمانه، همه قسم شوخ خندان بمانه. خب میخوای در آینده چی کسی باشی و چگونه یک جایگاهی تا میبینی؟ آیا به صورت از اینکه مثلا در این گالری درس میخوانی و مصروف کار هنری هستی، یعنی آموزش هنر نقاشی رو میبینی، میخوای در آینده دانشگاه هم به میرشته بخوانی مسلکی یا نه؟ نه خیر، میخوایم یک دکتر موفق باشم برای مردم. امیدم موفقیت. تشکر. خانم سلطانی تشکر از اینکه بر ما وقت دادین، پیام گفتنیتان باقی مانده باشه از شما. تشکر، زنده باشین که تشریف آوردین، خیلی خوشحال کردین. پیام ما است که درست کشور ما ناامنی و وضعیت خوبی نداره، ولی هیچ وقت ما دست از تلاش بر نداریم، همیشه تلاش کنیم تا بتونیم آینده کشور را موفقانه تغییر بدیم. با آرزوی آن روزی هستیم که یک صلح سرتاسری در کشور ما ایجاد شه تا بتونیم راحت تر در فعالیت های هنری و در هر بخشش راحت تر بتونیم فعالیت داشته باشیم. تشکر شما. سپاس از همراهی تک تک شما عزیزای دل که ما را همراهی کردین. این بود گزارش امروز که از یک گالری نقاشی تقدیم شما خوبان کردیم. در یک دنیای کاملا متفاوت آمدیم، واقعا چند لحظه ذهن و روح ما هم آرام گشت با این که در دنیای رنگ ها قرار داشتیم. بازم از شما عزیزای دل میخوایم ما را حمایت کنین و بیشترین برنامه های ما را بیننده باشین. گزارشات متفاوت و مختلف را که ما تقدیم شما خوبان میکنیم، البته از هر نقطه و گوشه و کناری از افغانستان زیبای ما. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. مواظب خود و خانواده‌تان باشین. کرونا را هم جدی بگیرید.